همه چیزای روغن زیتون تا 160 تن پلان داریم که 160 تن سالانه انسالانه امسال ما پلان داریم که میره از باغات خود جمع کنیم. شما میبینی همه اکسترا ورجن است، همه درجه اول است، درجه اول یعنی 100% خالص. سال است بخیر خدا رضای خداوند بود، سر از امسال امسال صادرات شروع میکنیم. امسال تولید ما یک با دو میشه، یعنی دو چند میشه. امسال امسال صابون است، صابون زیتون است. فابریکه پروسس زیتون به گفته مسئولان در حال حاضر 40 نفر در آن مشغول کارند. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند بوده باشید. ما امروز آمدیم به شرکت تولیدی ننگرهار وادی کرنیز اماراتی شرکت، قسمی که میبینین تولیدات روغن زیتون. البته دوستان عزیز، این شرکت اماراتی ننگرهار امسال 160 تن روغن زیتون تولید میکنند. انشالله روزی شبه که از تولید روغن زیتون کشور ما به خودکفایی برسد. سال قبل 120 تن بوده، امسال 160 تن. انشالله در سالهای آینده از تولید روغن، از تولید روغن زیتون در کشور خودکفا شود. در تولید زیتون در ولایت ننگرهار و زون مشرقی خوشبختانه ما مزیت نسبی داریم و در هر کالا و محصولی که مزیت نسبی داشته باشیم سرمایه گذاری در جهت گسترش کمی و کیفی از او محصول چانس از ایره فراهم میکنه که مسیر صادراتی از او بیشتر هموار شوه و بیشتر بتانیم از او محصول و یا کالا صادرات داشته باشیم و افزایش صادرات در محصولات و تولیدات از داخل افغانستان باعث از این میشه که جای کار به مردم ایجاد شوه. شرکت اماراتی ننگرهار وادی نه تنها روغن زیتون بلکه صابون، دیگه آچار هم تولید میکردن. ننگرهار وادی اماراتی زراعتی شرکت است. دولتی است. خیلی خوب. شما اینجا قسمی که دیده میشه روغن زیتون، یعنی به نظرم از تولید ننگرهار است نی؟ ما اینجا نام شکرالله نورزی است، کارمندی امارات مالداری هستم از ننگرهار، کانال وادی اماراتی شرکت. ما اینجا آمدیم همه خود تولیدات خود ما که ما تولید روغن زیتون داریم، تولید آچار داریم، مایی داریم، مایی مختلف نو ما شما میبینید ما آوردیم. به خاطر چی؟ به خاطر تکثیر هیچینگ میکنم دازی دیگه. همی موبایل سازی داریم، چیزا را یعنی فرنیچر را جور میکنیم. همی چیزا ترشی داریم، ترشی آچار داریم، همی سیتروس هست. ما بسیار 22,000 جریب زمین امی تنها امی باغای سیتروس داریم. باغای سیتروس از امینا؟ ما مختلف ورایتی سیتروس داریم، لیمو است، چکوتر است، مالتا است. امی تولید ما از ننگرهار است. خیلی خوب. باز کانال دولتی ننگرهار فعلاً هم تولیدش ادامه دارد؟ خوشبختانه. امسال تولید ما یک با دو میشه، یعنی دو چند میشه. امسال حاصلات بسیار زیاد داریم، حاصلات زیتون عمالی. این بسیار جای افتخار است برای ملت ما، برای مردم افغانستان ما که تا به حال مایی ضرورت ملت مردم ما از ملک های امسایه ها می آمدن. حال الحمدلله در ملک ما ظرفیتی پیدا شده که از تولیدای ملک خود ما استفاده می شود. پروگرامی پروسیسی آچار ما شروع است در فابریکه ما در جلال آباد. امسال پارسال 25 تن بود، امسال ما 30 تن تولید آچار داریم. 30 تن تولید آچار، ماشاءالله. او امسال خداوند خیر می خدا رضای خداوند بود. همی چیزای روغن زیتون تا 160 تن پلان داریم که 160 تن سالانه امسال ما پلان داریم که میره از باغات خود جمع کنیم. امسال پروگرام داریم بخیر. همی
پیکینگ کاری پیکینگ ما یکم مشکلات داشت امیر حل میشه. خاطر شیشه پیکینگ مشکل شیشه بود امیرم بخیر نزدیک حل میشه. خب تولید داریم امسال خوشبختانه امی اکسترا ورجن است. امی تولید ما که است شما میبینی امی اکسترا ورجن است. امی درجه اول است. درجه اول. یعنی 100% خالص. سخنگوی ریاست کانال میگوید تیل زیتون ننگرهار بازار وسیع در داخل کشور دارد، اما آنها تلاش دارند تا آن را به بازارهای بین المللی نیز عرضه کنند. به گفته مسئولین ریاست کانال ننگرهار فعلا هم در بازارهای ایتالیا روغن زیتون و آچار ننگرهار شهرت خاصی دارد، اما تلاش ها جریان دارد که به کشورهای دیگر نیز صادر گردد. اگرچه باشندگان ولایت ننگرهار از کیفیت روغن زیتون خرسند اند، اما میگویند که قیمت آن برای بازارهای داخلی ارزان باشد. مسئولان این فابریکه همچنان از کمبود بوتل و دیگر مواد لازم شاکی‌اند که از سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا در این عرصه کمک کنند. برخی از اقتصاددانان میگویند اگر در عرصه پروسس زیتون توجه صورت گیرد، فرصت های زیاد کاری برای جوانان در افغانستان ایجاد شود. اما اگه آمدیم به نمایشگاه با مردم همی همون هموطنان همی روغنیتی چیز رو برای حواله میکنیم انشاءالله. خوب چی رفت؟ یک پلاستیک درست خواه استاد جان. قبلا هم روغن زیتون از ننگرهار تولید میشد، از فابریکه دولتی و از کشورهای خارجی تولید میشد. این سال قبل هم نه به دولت خارج پیش روان نکردیم. خب امیال امسال از بخیر خدای خداوند بود سر از امسال انشاءالله صادرات شروع میکنیم. خیلی خوب صد باز چند صد جریب زمین تولید درخت زیتون داریم. 2000 هکتار 2000 هکتار 2000 هکتار ما چیز داریم، باغای زیتون داریم. دیگه ما 12 نوا که شما میبینید آوردیم همی همه تولید میشه بخیر. از این باز روغن میکشیم، روغن زیتون میکشیم بخیر. اگر از خداوند به وسایل هنده تقاضا میشه که بدون خارج. خود من خودم در کشور ترکیه یکان 6-7 سال زندگی کردم. زیتون ترکیه هم خیلی مشهور است. روغن زیتونش هم خود زیتون هم باز استاد اونا از روغن از خود زیتون استاد از خود زیتون در داخلش یک قسم مرچ میندازن در بازار عرضه میکنن. یا شما هم به خاطر صبحانه در بازار عرضه میکنین از زیتون؟ چیستم هستا؟ ما خود نبوده میکاره نزدیکتر میشیم بخیر. امیال خود یک ترشی جور میکنیم از این زیتون باز میشه بخیر. مثلا اینده همه کدام ترتیب که شما گفتی این شاید در نظر ما هست. نان و صبح خیلی یک چیز مقوی هست نه زیتون؟ میشه. ما کوشش هم میکنیم که به تیم ما کوشش میکنه که تولید ما ارزانتر به مردم برسه. دونه گفتیم ما استفاده کموتنه ما سری همی مستفید شد. باز استاد مالته و نارنج ننگر خارم است نی؟ آه باز بازار نارنج و مالته و ننگر خارم چطور است؟ ما امسال 2500 جریب زمین باقای مالته داریم که خوب خوشبختانه او مالته به مردم میرسه. ما شاید می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 م
به سال های یک سال بخیر دوتر میرسه باقای ما 20,000 گریب زمین دیگه میرسه بخیر بعد شما میبینید بخیر از مملکت های دیگه ما مالتا را وارد نکنید انشالله انشالله یک روزی شما که از تولید نارنج مالتا جادم بسیار جای خوب داره مالتا زیتون است بسیار دودنی بسیار صحت مناسب جای است امنیت شست مردم بسیار میه مثل پغمان که مردم میه ایجر به جلال آباد میه ما این صابون است زیتون است ما همین زیتون همین چیز زیتون دروغن با چیزم جور میشه بخیر صابون هم جور صابون شروع کردیم بخیر نو آستا با آستا پیشتر میرم انشاءالله انشاءالله تشکر زیاد تولید صابون
زیتون روب جور میکنیم، اچار، ترشی، مختلف تر دیرن جور میکنیم. بسیار زیاد تشکر استاد. تشکر از شما. فابریکه پروسس زیتون پس از وقفه نسبتا طولانی به فعالیت آغاز کرده و به گفته مسئولان در حال حاضر 40 نفر در آن مشغول کارند. الحمدلله مسئولین ما در این بخش خوب توجه کردند، با همه اخلاص کامل کار کردند، تمام نقاط این کانال خوب فعال نگاه داشته. سال گذشته از کانال زیتون ننگرهار 122 هزار لیتر تیل پروسس شده است. باغ‌های زیتون ننگرهار در زمان حکومت ظاهرشاه در سال 1344 ساخته شده که برای حاصلات آن فابریکه پروسس نیز ایجاد شد. فابریکه پروسس و تولید زیتون ننگرهار در سال 1362 از سوی اتحاد شوروی ساخته شده است. در این فابریکه علاوه بر روغن زیتون، روب رومی، آچار و صابون نیز تولید می شود که قرار است صادرات آن به دیگر کشورها نیز به زودی آغاز شود. این بسیار جای افتخار است برای ملت ما، برای مردم افغانستان ما که تا به حال مایی ضرورت ملت مردم ما از ملک های امسایه ها می آمدن. حال الحمدلله در ملک ما ظرفیتی پیدا شده که از تولیدهای ملک خود ما استفاده می شود. عتیق الله مسئول تولید آچار این کارخانه گفت در ماه میزان انتقال زیتون آغاز می شود و کارگران زیتون خوب و خراب را از هم جدا می کنند. بعدن دانه های معیاری آن را در خم می اندازیم و محلول سدیم هایدروکساید را با آن یکجا می کنیم تا تلخی آن کم شود و برای پروسس آماده شود. در ابتدا کانال ننگرهار در 3100 هکتار زمین باغ‌های زیتون داشت، اما اکنون به دلیل جنگ‌ها و مشکلات اخیر 1720 هکتار زمین از این باغ‌ها باقی مانده است. سخنگوی ریاست کانال می‌گوید تیل زیتون ننگرهار بازار وسیع در داخل کشور دارد، اما آنها تلاش دارند تا آن را به بازارهای بین‌المللی نیز عرضه کنند. با گفته مسئولین ریاست کانال ننگرهار فعلا هم در بازارهای ایتالیا روغن زیتون و آچار ننگرهار شهرت خاصی دارد، اما تلاش ها جریان دارد که به کشورهای دیگر نیز صادر گردد. اگرچه باشندگان ولایت ننگرهار از کیفیت روغن زیتون خرسند اند، اما میگویند که قیمت آن برای بازارهای داخلی ارزان باشد. مسئولان این فابریکه همچنان از کمبود بوتل و دیگر مواد لازم شاکی‌اند که از سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا در این عرصه کمک کنند. برخی از اقتصاددانان می‌گویند اگر در عرصه پروسس زیتون توجه صورت گیرد، فرصت‌های زیاد کاری
برای جوانان در افغانستان ایجاد شود. متخصصان اقتصادی پروسس زیتون در ننگرهار را خوب توصیف می کنند و می گویند که اگر حکومت در بخش احداث باغ و رسیدگی به ضرورت این فابریکه توجه کند، برای جوانان فرصت های کاری زیاد مهیا می شود. دو نو زیتون دارین؟ دوازده نو. دوازده نو. بینید دوستای عزیز، دوازده نو زیتون در ننگرهار میرم. روغن زیتون. زیتون. من این رقم زیتون باری که من غرم. از این چیزی که تو آورده اینه دو نیم ساعت هستن، دو نیم ساعت دانم آشکا اینه چیز کلانش هستم. میده بیزی خوچه در نکنیم بیدی میده اونه خلاص کنیم مغروره خو آسمانی است اینجا. مایل ای کمی چیز کوچک. خورم میگیرم استاد. من گر هر وادی کرانی اماراتی شرکت دارم. وای این استان خوبه. انواع مختلف زیتون. موږ دغه زیتون باغونو ته په وخت اګرو تخنیکي ټول فعالیتونه لکه د اوبو رسونه، د کې کلبکاري، نرمکاري، سره ورکونه، دا مو ټول دغه بوټو ته په وخت ورکړی دی. د دې سره په خوا کې دغه بوټو سمه ساتنه او پالنه شوې ده. شنه زیتون شروع دي، د دې څخه اچار جوړیږي او دا د دېرش ټنو په شاوخوا کې موږ سږ کال اټکل شوی دی چې د ورځې موږ دوه نیم ټنه
خو خوشاکه مونږ زیتون رزي او هغه څخه مو د تل پروسه برخه شروع ده تریخواله چې کله د دې زیتون نه لري شو بعد هغه نه ورته مونږ شپږ فیصد مالګه ورکو دو فیصد او تبوره ورکو او 0.03% مونږ دې ته سرکه ورکو دا پروسه به یو میاشت نه نیولې څلوي خو ورځو پورې دا دوام کوي.